به نام خدا. سلام خدمت مخاطبان گرامی فرادرس. زینب ابوطالبی هستم، کارشناس ارشد روانشناسی عمومی. در این مجموعه آموزشی با آموزش پرورش فرزند آشنا میشید. در بخش اول به تعریف فرزند پروری و اهمیت دانش فرزند پروری که از مقدم ترین نکات در فرزند پروری هستند میپردازیم. فرزند پروری در نظر بیشتر والدین چیزی جز تنبیه کردن فرزندشون نیست. ولی واژه فرزند پروری به معنای تعلیم دادن یا پرورش دادن شامل مجموعه ای از روش های مثبت و منفی هست و به عبارتی شکوفا کردن استعدادهای بالقوه فرزند رو هم در بر میگیره. اصول تربیت صحیح فرزند در جهت شکوفا کردن استعدادهای اونها قواعدی هستند که کمک میکنن تا ما بتونیم استعدادهای نهفته فرزندانمون رو شکوفا کنیم. وقتی که به فرزند محبت میکنیم، داریم کمک میکنیم که فرزندمون تربیت بشه و با محبت کردن اون رو در فضایی قرار میدیم که اصول تربیتی ما به سهولت به کودکمون منتقل بشه. اما باید این نکته رو هم در نظر بگیریم که محبت به همراه اصول دیگه فرزند پروری هستش که شرایط رو برای شکوفا کردن استعدادهای بالقوه فرزندانمون ایجاد میکنه. و در این اصول تربیت فرزند نکته دیگه‌ای که وجود داره این هستش که اگر که ما به فرزندمون محبت نکنیم، فرزندمون در جستجوی محبت در فضاهای نامناسب دیگه‌ای که در فضای خارج از منزل هستن میپردازه و در اونجا ممکنه که فرزندمون دچار انحراف بشه و دیگه در اون شرایط مناسب تربیتی برای فرزند ایجاد نمیشه و فرزند ممکنه که منحرف بشه و آسیب‌های اجتماعی و رفتاری مختلفی در او ایجاد بشه. و والدین باید این نکته رو در نظر بگیرن که ثبات رفتاری در تربیت فرزندشون داشته باشن، که این نکته یکی از نکات بسیار مهمی هست در اصول تربیت فرزند. به این ترتیب که تربیت فرزند یک وظیفه یک روزه ای نیست و منضبط کردن فرزند با یک بار آموزش ایجاد نمیشه. والدین باید در روش هایی که به کار میبرند پایدار و با ثبات عمل کنند تا روش های صحیح تربیتیشون مؤثر واقع بشه. مواظب باشین بچه ها شما رو با رفتارشون تربیت نکنن. یعنی چی؟ با یک مثال توضیح میدیم. فرض کنید که وارد یک فروشگاه شدین و فرزند شما اصرار داره که براش یک شکلات رو خریداری کنید و شما تصمیم به خرید این شکلات ندارید و بار اول نه، بار دوم نه به کودک میگین، ولی کودک مدام گریه و قشقرق را میندازه و شما برای اینکه کودکتون رو ساکت کنید این شکلات رو برای کودکتون خریداری میکنید و ظاهراً کودک رو ساکت کردیم. ولی چیزی که اتفاق میفته این هستش که شگرد کودک به نتیجه رسیده و کودک موفق شده با گریه و قشقرق به نتیجه دلخواهش برسه و این رفتار گریه و زاری و بدخلقی رو شما با رفتارتون در کودک تقویت کردیم. اینجا هستش که ما میگیم والدین باید خیلی دقت داشته باشن که توسط فرزندشون تربیت نشن، چیزی که بالواقع بالعکس اون باید اتفاق بیفته. در این بخش به تعریف فرزند پروری و اهمیت دانش فرزند پروری پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که والدین باید دانش فرزند پروری خودشون رو در جهت فرزند پروری بهینه و مناسب افزایش بدن و یک مربی تربیت فرزند باید مانند یک نقاش به بوم نقاشی خودش عشق بورزه. براتون بهترین ها رو آرزو دارم و امیدوارم شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار. در خدمت شما هستیم
با قسمت بعدی ویدیوی آموزش پرورش فرزند با موضوع اهمیت دانش فرزند پروری. بر اساس نظریه کارل راجرز که یک روانشناس مثبت نگر هست، پیشگیری بهتر از درمان هست. یعنی چی؟ با چند تا مثال براتون توضیح میدیم. وقتی که ما از یک وسیله‌ای برای منزلمون استفاده میکنیم، از دفترچه راهنما و کاتالوگ اون استفاده میکنیم تا روش صحیح استفاده از وسیله رو یاد بگیریم و به اون وسیلمون آسیب نزنیم. یا وقتی که میخوایم یک فعالیتی رو در یک زمینه انجام بدیم، مثلا در زمینه خیاطی، دوره آموزشی اون رو میبینیم تا مهارت لازم برای انجام خیاطی رو یاد بگیریم و به وسایل خیاطیمون آسیب نزنیم. حالا والدین گرامی، علل خصوص مادران گرامی، لازمه که یادگیری شیوه های صحیح فرزند پروری رو داشته باشن، چون ساعات بیشتری مادران در ارتباط با فرزندشون هستند و طبیعتاً رفتارهاشون و روشهای تربیتیشون بیشترین تأثیر رو در فرزند پروری داره. باید قبل از فرزند آوری دوره پرورش شخصیت صحیح انسان رو یاد بگیرن، چون لحظه به لحظه رفتارهاشون در تربیت فرزندشون تأثیر داره و بعد از یادگیری دوره پرورش شخصیت صحیح انسان اقدام به فرزند آوری داشته باشن تا در این زمینه مسئولیت خطیر و بزرگ خودشون رو در جهت فرزند پروری مناسب برای فرزندشون انجام بدن. در نهایت خوبی و بدی یک جامعه از روی تربیتی که امروز درباره کودکان اعمال میشه قابل ارزیابی هستش و اون چیزی که از دوران کودکی در ذهن اطفال جای میگیره معمولاً ثابت‌تر و پابرجاتر هستش و به این ترتیب اهمیت سنین اولیه زندگی فرزند که در روانشناسی به اون دوران بحرانی رشد میگن Critical Period of Growth از اهمیت ویژه‌ای برخوردار. دوران بحرانی رشد که در روانشناسی میگن و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست چه چیزی هست؟ این دوران به این دلیل ارزش و اهمیت زیادی داره. اولا اینکه این در این دوره روحیه پذیرش، چون در سالهای اولیه کودک هست، روحیه پذیرش در کودک بسیار بالا هستش و به این ترتیب والدین نباید در امر تربیت سهل‌انگاری داشته باشن و هرگز امر تربیت رو به حساب اینکه کودک نمیفهمه، متوجه نمیشه یا خردساله به تأخیر بندازن و اینکه سهل‌انگاری در تربیت فرزند در این سالها اگه سهل‌انگاری ایجاد بشه یا یک اختلالی در کودک ایجاد بشه زیانهای زیادی رو با خودش به همراه داره. چرا؟ چون که اگه فرزندی توی خردسالی تربیت نشه امکان اصلاح و سازندگی اون در آینده بسیار کم هستش و تربیت مجدد کودک هم یک کاری بسیار دشوار هستش و ممکنه که شدنی هم گاهی اوقات نباشه اگه اختلالات شخصیتی که در این دوران بحرانی رشد ایجاد میشه. بنابراین لازمه که والدین مهارت‌های فرزند پروری خودشون رو افزایش بدن. چجوری؟ راهکارهای بالا بردن مهارت فرزند پروری به چه ترتیبی هست؟ یعنی افزایش مهارت فرزند پروری توسط والدین، مادران گرامی و پدران محترم ضرورت داره که دانش فرزند پروری خودشون رو افزایش بدن و در این زمینه با تمرین و تکرار دانش فرزند پروری که کسب کردن کسب تجربه داشته باشن و روش‌های مناسب فرزند پروری رو که در این زمینه به دست آوردن رو در خودشون تقویت کنن و مهارت فرزند پروری رو در خودشون بالا ببره. در این بخش به این نتیجه رسیدیم که افزایش دانش فرزند پروری برای والدین یک امر مهم و ضروری هست تا
قبل از اینکه یک آسیبی به روح و روان فرزندشون ایجاد کنن یا اختلالات شخصیتی در فرزندشون ایجاد کنن، لازمه که والدین دانش و علم فرزند پروری رو در خودشون افزایش بدن. همچنین فرزند پروری صحیح باعث بهبود روابط والد و فرزند میشه و همچنین مسیر فرزند پروری یک راه و روشی، یک مسیری هستش که هر قدر دانش در این زمینه داشته باشیم، باز هم جای پیشرفت و افزایش دانش بروز فرزند پروری در زمینه فرزند پروری وجود داره. با قسمت بعدی از آموزش پرورش فرزند در خدمت شما هستیم. موضوع این قسمت از آموزش هدف تربیت فرزند یا همون هدف فرزند پروری هست. اینجا یک سوال مطرح میشه. در تربیت فرزندم هدفم چیه؟ مصلحت اندیشی یا منفعت طلبی؟ کدوم درسته؟ والدین محترم باید حواسشون باشه که هدف تربیتی اصلاح رفتار غلط فرزند بر اساس روش‌های اصولی فرزند پروری در نظر گرفته بشه که این بر اساس مصلحت اندیشی هستش، مصلحت اندیشی در تربیت فرزند که این هدف درست در تربیت فرزند هست و والدین باید حواسشون باشه در عمل رفتاری بر اساس تخلیه هیجان خشم خودشون و تشفی خاطر و دلخنک کردن خودشون انجام ندن که منجر به آسیب روحی و روانی به فرزندشون بشه و باید این نکته رو در نظر بگیرند که این نوع رفتار بر اساس منفعت طلبی هست، منفعت طلبی خودشون که تخلیه هیجان خشم خودشون هنگام عصبانیت در مواجهه با رفتار غلط فرزند هست که این منفعت طلبی جزء هدف تربیت فرزند محسوب نمیشه. این نکته رو باید در نظر بگیرن که وقتی رفتار نامناسبی از فرزند سر میزنه، بر اساس مصلحت اندیشیمون که هدف اصلی در فرزند پروری هست، رفتار مناسبی با فرزندمون داشته باشیم، نه بر اساس منفعت طلبی خودمون که تخلیه هیجان خشم خودمون رو به همراه داشته باشه. والدین گرامی باید اهمیت حفظ آرامش و خونسردی رو در تربیت فرزند در نظر داشته باشیم. داشتن این آرامش و خونسردی حاصل نمیشه مگر با همکاری پدران محترم و دانستن این نکته که خونسردی و صبر و آرامش جزء روش‌های تربیتی گام به گامی هستند که به مرور نتیجه میدن. نقش حفظ آرامش در تربیت فرزند به چه صورتی هستش؟ به این ترتیب ما این نکته رو در نظر میگیریم که 90% تربیت فرزند بر عهده مادر هست و تنها 10% تربیت بر عهده پدران محترم هست. ولی این 10% تربیتی که بر عهده پدران محترم هست چیه؟ این هست که حمایت عاطفی از مادر، یعنی حمایت عاطفی از همسرشون داشته باشن که این در واقع 90% تربیت مادر رو هم در واقع دارن پدران محترم انجام میدن. باید باغبان زندگیشون رو که مادر هست رو آرام و بانشاد کنن و همواره ازش حمایت عاطفی داشته باشن. وقتی که پدر حمایت عاطفی داشته باشه از مادر، مادر اون وظیفه اصلی 90% تربیتی خودش رو در مواجهه با فرزندش به خوبی میتونه ایفا کنه. و پدران محترم باید این نکته رو در نظر داشته باشن، چون که خانوم ها جزء نگر هستند و آقایون کل نگر هستند، آقایون محترم در این مسیر چون جزء ذاتشون نیست باید تلاش کنن و مهارت کسب کنن که در رابطه با همسرشون به نکات جزئی توجه کنن. مثلا تاریخ تولد همسرشون رو، سالگرد ازدواج و روز زن رو، اینها رو یادآوری کنن، تو ذهنشون داشته باشن که به نوعی به همسرشون توجه کنن و بدونن که خانوم ها تشنه توجه کردن هستن و این نیاز همسرشون رو برآورده کنن. تا اینکه در این مسیر اساسی ترین گام تربیتی که دلارام کردن مادر توسط پدر هست رو انجام بدن
و در نهایت پدران محترم همسر دلارامی داشته باشند و همچنین مادر آرامش دهنده ای رو هم برای فرزندانشون به ارمغان بیارن. و در این مسیر ما این توصیه خاص پدرانه رو برای پدران بزرگوار داریم که اصلی ترین وظیفه رو دارن انجام میدن. ظاهراً 10% تربیت بر عهده‌شونه، ولی قسمت بزرگی از تربیت فرزند بر عهده‌شونه. و در این قسمت به این نتیجه رسیدیم که هدف تربیت فرزند رو مد نظر داشته باشیم. ما وقتی از هدف کاری آگاه باشیم، در اون مسیر سختی هایی رو هم تحمل می کنیم. ما وقتی در مسیر فرزند پروری آگاهی کامل داشته باشیم، جایی که لازم نیست نصیحت نمی کنیم. می دونیم یک نگاه معنادار مسئولیت فرزند پروری ما رو انجام میده. بنابراین باید از هدف فرزند پروری آگاه باشیم. و پدران محترم این نکته رو باید در نظر داشته باشن که به دلیل حضور اندکشون در خانواده، مربیگری تربیتی بر عهده مادر هست. باید حرمت مادر رو نگه دارن تا فرزند هم حرمت مادر رو نگه داره، که البته برعکسش این موضوع هم برای حفظ اقتدار پدر مهمه. مادر برای حفظ اقتدار پدر باید جلوی فرزندان حرمت پدر و اقتدار پدر رو حفظ کنه. در خدمت شما هستیم با قسمت بعدی آموزش پرورش فرزند. در ادامه مباحثی که در گذشته مطرح کردیم، در این جلسه به مبحث اینکه چگونه از روش‌های کسب آرامش استفاده کنیم می‌پردازیم. افراد بالغ معمولاً دوران کودکی رو یک دوره خالی از تشویش و نگرانی می‌دونن یا یک دوره خالی از مسئولیت و مشکل می‌دونن. در صورتی که کودکان امروز از جهت‌های مختلفی دچار تنش و اضطراب هستند، یکی از اونها تنش‌های ناشی از مشکلات مربوط به طلاق یا مشکلات مربوط به اشتغال والدین، یا یک سری از کودکان مجبور هستند که خواندن و نوشتن رو قبل از دوران اینکه به مدرسه برن یاد بگیرن، و اینها همه روی فرزندان و کودکان تنش‌ها و اضطراب‌ها و استرس‌های زیادی رو ایجاد می‌کنه. تنش‌های دنیای کودکان به دو صورت خودش رو بروز میده. اولین تنش به صورت نشانه‌های فیزیکی هست که به صورت شب ادراری، سردرد، بیخوابی و مشکلات گوارشی عصبی خودش رو نشون میده. که این نشانه های فیزیکی وقتی که در کودک ما مشاهده بشه، نشون دهنده یکی از علائمی هست که استرس و اضطراب کودک رو به ما نشون میده. دومین حالت تظاهرات احساسی هست که کودکان به صورت عصبانیت، پس زدن، ترس خودش رو نشون میده و ما این تظاهرات احساسی رو به صورت مشکلات تربیتی تفسیر میکنیم. بنابراین راه‌های حفظ آرامش در زندگی شما و کودکانتون تغییرات مطلوبی رو ایجاد می‌کنه و باید بدونین که این راه‌های حفظ آرامش برای شما و کودکانتان نیاز به تمرین کردن داره تا اینکه شما بتونید در مواقعی که در زندگی دچار ناآرامی و ناکامی و مشکلاتی مربوط به آرامش شدید، بتونید این تغییرات رو در خودتون ایجاد کنید تا تنش‌های خودتون و کودکتون رو کاهش بدید. در ادامه به دستوراتی که دکتر چارلز استروبل برای والدین و کودکان طراحی کرده می‌پردازیم. اولین دستور دکتر چارلز استروبل تشخیص واکنش‌های تنش است. به چه معنی هست تشخیص واکنش‌های تنش؟ به این معنی هستش که شما ابتدا باید واکنش‌هایی که مربوط نگرانی و استرس و اضطراب و تنش در کودکتون هست رو تشخیص بدین و این واکنش‌ها ناشی از تظاهرات فیزیولوژیک در کودکتون نباشه، چون اگه ناشی از تظاهرات فیزیولوژیکی باشه، امکان این هستش که مشکل کودکتون در اثر استرس و تنش و اضطراب نباشه، در اثر مشکلات جسمانی باشه، که در این صورت باید به پزشک اطفال رجوع کنیم.
یا اینکه ممکنه که این واکنش های تنش و اضطراب در کودکتون رفتاری باشه، یعنی ناشی از مثلا کودک عصبانی میشه به خاطر چیزهای بی اهمیت، یا سردرد میگیره بعد از اینکه از مدرسه اومد، یا اینکه با دل درد از خواب بیدار میشه. گاهی اوقات این نشانه های فیزیولوژیک نشانه ای هستن برای به دست آوردن توجه والدین، یا گاهی اوقات به علت در رفتن از زیر بار تکلیف هستش. گاهی اوقات هم کودکان این نشانه ها رو به صورت ترکیبی از خودشون نشون میدن که در این صورت هم به علت جلب توجه والدین کودک در خونه میمونه یا دل درد از خودش نشون میده تا اینکه اون لذت ناشی از توجه والدین رو دریافت کنه، یا اینکه به خاطر اینکه از مشکلی که توی مدرسه براش به وجود اومده دوری کنه. به این ترتیب هستش که شما باید با این نشانه های دقیق نشانه های فیزیولوژیک در فرزندانتون رو تشخیص بدین و مطمئن وقتی شدین که این علت های تنش در کودکتون در اثر فشار روانی و استرس ایجاد شده، به مرحله دوم یعنی تعیین علت تنش میپردازین. توی این مرحله شما باید به احساسات کودکتون برچسب بزنید، یعنی اینکه احساساتش رو بهش معرفی کنید، بفهمه که الان چه احساسی داره، احساس غم داره، ناراحتی داره، علت بروزش رو پیدا کنید. برای مثال فرض کنید یک کودکی توی مدرسه دچار دل درد و استفراغ میشه. وقتی بررسی میشه متوجه میشیم که علت دل درد کودک چیه؟ نگران پذیرفته نشدن توسط همکلاسیاش هستش. حالا در اینجا ما تلاش میکنیم نشانه های فیزیولوژیکی کودک رو کاهش بدیم. وقتی نشانه های فیزیولوژیکی در کودک کاهش پیدا میکنه، به زودی اون تنش و اضطراب هم در کودک کاهش پیدا میکنه. برای بسیاری از والدین درک چگونگی عمل کرده فشار روانی خیلی دشوار هستش. حالا ما توضیح میدیم تا این عمل کرده فشار روانی برای والدین محترم قابل درک بشه. برفرض با توجه به همین مثالی که ما زدیم، کودک نگران عدم پذیرش توسط همکلاسیاش هست. وقتی که این نگرانی رو داره دچار دل درد و استفراغ میشه. وقتی دچار دل درد و استفراغ شد، دوباره کودک نگران این میشه که مبادا دوستاش به خاطر این واکنش بدنی که در اون ایجاد شده اون رو دست بندازن و مورد تمسخر قرار بدن. این باعث میشه یک سیکل معیوب از استرس و نگرانی در کودک شکل بگیره که به اون ما میگیم حلقه معیوب یا دور باطلی از تنش و نگرانی هستش. برای اینکه علت تنش مشخص بشه، لازم هستش که والدین یک سری مهارت‌های ارتباطی رو به دست بیارن تا اینکه بتونن با کودکشون به خوبی صحبت کنن، چون که کودک با صحبت کردن راجع به مشکل خودش کم کم احساس آرامش بهش دست میده. پس اون نکته کلیدی در مورد تعیین علت تنش داشتن مهارت‌های ارتباطی مناسب والدین هستش. دستور بعدی که دکتر چارلز استروبل داده حذف منشأ تنش هست. به چه صورت؟ خلاص شدن از علت تنش، اضطراب و نگرانی با صحبت کردن، بازبینی، برنامه ریزی مجدد برای کودک، فشار روانی رو ما میتونیم برای کودک کاهش بدیم. برای مثال ما یک کودکی داشتیم که چندین سال بود دچار بیخوابی بود. وقتی بررسی شد مشخص شد که علت کودک بیخوابی و این تنش کودک ترس هست. ترس برای اینکه مبادا اتفاقی براش بیفته وقتی میخوابه. به خاطر همین والدین اون تصمیم گرفتن برای که ایجاد امنیت برای فرزندشون بکنن، به در و پنجره خونه شبها قفل زدن و این باعث شد که اون ترس کودک کاهش پیدا کرد و تنش و اضطرابش هم کاهش پیدا کرد، در نتیجه بیخوابیش هم درمان شد. ما وقتی به کودکان میگیم که دلتون میخواد والدینتون برای اینکه شما به آرامش برسید چیکار کنن، بیشتر بچه‌ها میگن که اینقدر تو خونه داد نزنن. والدین گرامی، ما بسیاری از مشکلات اصلی در مورد فشار روانی کودکان رو توی خونه تجربه می‌کنیم. به شما توصیه می‌کنم برای اینکه آرامش رو به فرزندانتون هدیه بدید،
سعی کنید مطالعات فرزند پروریتون رو از طریق کتب مختلف، آموزش‌های مختلف، سایت‌های مختلف، اطلاعات و آگاهی‌هاتون رو بالا ببرین تا با فرزندتون رفتار مناسب و درستی داشته باشین، تا به این مرحله تنش و استراب نرسه که بخواید بعد درمانش کنید. مرحله بعد دستوری که دکتر چارلز استروبل دادن آموزش کسب آرامش هست، که این مرحله در داشتن آرامش هم خود والدین و هم انتقال دادن این آرامش به کودکان خیلی حائز اهمیت هستش. ما به والدین آموزش میدیم که خودشون در ابتدا آرامش داشته باشن. این روش های کسب آرامشی رو هم که در جلسه بعد به اونها اشاره خواهیم کرد رو یاد بگیرن، هم خودشون استفاده کنن در مواقع استرس و اضطراب، و هم این روش ها رو با آرامش و به صورت گام به گام به سمت مراحل پیشرفته تر پیش برن و کودکشون اونها رو با تمرین کردن مداوم این روش ها رو یاد بگیره و در نهایت کودکشون بتونه در شرایطی که دچار ناکامی و مشکلات بهش دست میده و دچار استرس و فشار و تنش میشه، بتونه این روش ها رو خودش رو مدیریت کنه و آرامش خودش رو به دست بیاره. روش های کسب آرامش یا ریلکسیشن هست. این روش ها رو هم برای افراد بالغ و هم برای کودکان مؤثر هستش. یعنی به نوعی والدین اگر از این روش های کسب آرامش استفاده کنند، خود مراقبتی دارند که به نوعی سلف کیر گفته میشه و از خودشون مراقبت میکنن. روش اول روش زمان سکوت هست. وقتی که شما یا فرزندتون در مواقعی که دچار استرس یا فشار روانی شدین، برای بازگشتن به حالت آرامش میتونید از این روش استفاده کنید. در این روش اگه در مورد کودک میخواید استفاده کنید، باید به اندازه هر سال از سنش 1 دقیقه روی زمین یا تخت دراز بکشه. شما برای اینکه اهمیت حفظ آرامش رو به کودکتون نشون بدید و همچنین برای ایجاد احساس نزدیکی بیشتر با کودکتون، بهتره که شما هم کنارش دراز بکشید و این زمان رو با شنیدن موسیقی مورد دلخواه یا شمردن اعداد در ذهن یا روش‌های دیگه طولانی‌تر کنید. هر چقدر هم که کودک این روش رو طولانی‌تر کرد و سکوت بیشتری داشت برای رسیدن به آرامش، اون رو تشویق کنید تا این روش رو بیشتر در مواقع بحرانی ازش استفاده کنه. روش بعدی روش تنفس عمیق یا تکنیک 4-2-4 هست. این روش به چه صورتی هست؟ به این ترتیب هستش که شما 4 شماره برای کودکتون میشمرید و به اون میگید که نفس بکشه و تا 2 شماره میشمرید و بهش میگید که نفسش رو نگه داره و تا 4 شماره میشمرید و بعد بهش میگید نفسش رو بیرون بده. در این مرحله که نفسش رو داره خارج میکنه، بهش میگید که آروم باش. اگر هم که خودتون این تکنیک رو دارید به کار میبرید، کلمه آروم باش رو در ذهنتون مرور کنید. روش بعدی روش شل کردن تدریجی ماهیچه ها هست. ما وقتی که اکثرا دچار فشار روانی میشیم، این فشار روانی رو در سر و صورت خودمون نگه می‌داریم و سر ما برای کل بدنمون به عنوان یه فشار سنج عمل می‌کنه. در این مرحله ما پیشونیمون رو چروک می‌کنیم، دندون‌هامون رو به هم فشار می‌دیم و فشار روانی زیادی رو تحمل می‌کنیم. بنابراین ما برای آموزش از ماهیچه‌های صورت شروع می‌کنیم. ابتدا هر ماهیچه رو سفت می‌کنیم تا 10 شماره می‌شمریم و بعد رها می‌کنیم. چشم‌ها رو سفت می‌کنین، بعد رها می‌کنید. تا 10 شماره می‌شمرین، رها می‌کنید. بعد دندون‌ها رو سفت می‌کنید، بعد لب‌ها رو مثل ماهی قنچه می‌کنین، بینی رو مثل خرگوش چروک می‌کنین، تا 10 شماره می‌شمرید، با کلمه آروم باش، سپس رها می‌کنید. به همین ترتیب ماهیچه‌های پا، دست رو سفت می‌کنین و شل می‌کنین. و این منقبض و منبسط کردن رو هم به کودکتون آموزش بدین تا انجام بده و در هنگام شل کردن عضلات بهش بگین کلمه آروم باش رو تکرار کنید براش. تا وقتی که این دستورات برای کودکتون نهادینه بشه، شما دستورات رو براش اجرا کنید.
تا زمانی که خودش بتونه خودش اینها رو برای خودش انجام بده. مرحله بعد مهار افکار و دور کردن افکار منفی هست که بعد از آموزش این مراحل بالا یاد میدین افکاری رو که موجب فشار روحی و روانی اون شدن رو از ذهن خودش دور کنه. این مرحله عمیق ترین مرحله از آرامش هست. شما میتونید به کودکتون بگید با شمارش اعداد 100 به صورت برعکس هر عددی رو هم که میگه کلمه آروم باشه، شما براش تکرار کنید، چشمهاش هم بسته باشه و تمرکزش فقط روی اعداد باشه و در ذهن خودش عدد رو تجسم کنه. ولی اگر هم براش سخت بود میگید که عدد 100 رو به صورت عادی بشماره و بعد لبخند میزنید شما به کودک و خودتون هم لبخند میزنید، چون این افکار منفی که ما در روانشناسی بهش نگاتیو تاوتس میگیم به صورت خودکار وارد ذهن میشه. دور کردن اینها مهمترین مسئله هستش. اینها رو سعی کنید از ذهن خودتون دور کنید، به کودکتونم آموزش بدین که افکار منفی رو دور کنه تا به آرامش برسید. امیدوارم از این روش ها استفاده کنید تا به آرامش برسید و با خونسردی روش های فرزند پروری رو در مورد کودکتون اجرا کنید. با قسمت بعدی از آموزش پرورش فرزند در خدمت شما هستیم. موضوع این قسمت از آموزش تعریف رشد کودک است. رشد کودک عبارت است از تغییرات منظم و نسبتاً مداومی که در ساختارهای جسمانی و عصب شناختی و فرایند تفکر و شناخت و رفتار کودک در طول زمان رخ میده گفته میشه. به عبارتی روانشناسی رشد به مطالعه نیازهای روانی کودکان در دوره‌های سنی مختلف می‌پردازد. 4 دوره سنی مشخص کننده تربیت فرزند هستند که از نظر روانشناسی رشد مطرح میشه. اولین مرحله دوران رشد پیش از تولد هست. شروع رشد یا دیولپمنت از زمان لقاح آغاز میشه. محیطی رو که کودک پیش از تولد در اون زندگی میکنه در رشد جسمانی و روانی کودک تأثیر مهمی رو داره و تأثیرات فیزیولوژیکی و محیطی و ژنتیکی که در این دوران بارداری در مادر ایجاد میشه روی رشد آینده کودک تأثیر میذاره. اینجا یک سوال پیش میاد، چطور اضطراب و نگرانی مادر در دوران پیش از تولد به کودک منتقل میشه؟ مسئله ای که وجود داره اینه که ظاهراً بین دستگاه عصبی مادر و جنین هیچ ارتباطی وجود نداره. ولی حالات روحی روانی مادر مثل خشم، ترس، اضطراب باعث آزاد شدن یک سری هورمون‌ها در جریان گردش خون مادر میشه و از طریق جفت وارد بدن جنین میشه و تغییراتی رو در دستگاه گردش خون کودک ایجاد میکنه و این تغییرات تأثیراتی رو روی خلق و خوی آینده کودک میذاره. به همین ترتیب هست که ما میگیم رشد پیش از تولد یه دوره بسیار مهمی هست. دوره بعدی دوره شیرخوارگی و نوپایی هست که این دوره از تولد تا تقریباً 3 سالگی وجود داره. در این دوره یک سری بازتاب‌های کودک باش متولد میشه و بعد از اون رشد شناختی، بعد شکل‌گیری الگوهای دلبستگی، بازی‌های نمادی، تقلید در کودک ایجاد میشه و یک سری تغییراتی در مدارهای نخاع شوکی در مراحل خاصی ایجاد میشه تا در نهایت کودک بتونه بشینه و راه بره و مهارت‌های حرکتی در اون شکل بگیره. در دوره بعدی که اوایل و اواسط دوران کودکی گفته میشه 3 تا 12 سالگی هست، در این دوران کارکردهای بازی، زبانی، ارتباطی و اجتماعی شکل میگیره و مهارت‌های مثل نوشتن، خواندن در کودک پیشرفته‌تر میشه. در این دوران
رشد شناختی بر اساس نظریه ژان پیاژه که 4 مرحله مطرح شده شروع به شکل گیری میکنه. البته دوران حسی حرکتی که 0 تا 2 سالگی هست و دوران پیش عملیاتی دوران 2 تا 7 سالگی. و مرحله بعدی که دوران نوجوانی هست و از نظر ژان پیاژه دوره عملیات انتزاعی گفته میشه و از 12 سالگی تا 20 سالگی هست، تفکر نوجوان از حالت عینی به تفکر انتزاعی منتقل میشه. یعنی چی؟ یعنی از لحاظ تفکر و استدلال نوجوان در این سن استدلالش گسترده تر میشه و در موقعیت های فرضی، شهودی و متافیزیک میتونه تفکر کنه. نکته ای که خیلی مهم هست این هستش که شروع فرزند پروری از دوران جنینی شروع میشه که بعضی ها هم معتقد هستن حتی قبل از اون شروع میشه. قبل از اون یعنی چی؟ یعنی ما با روش هایی که والدینمون ما رو تربیت کردن بزرگ شدیم و اون روش ها در ما نهادینه شده و اگر ما فکر میکنیم که اشتباهی در روش های فرزند پروری والدینمون وجود داشته، باید بریم اونها رو در خودمون اصلاح کنیم که به صورت ناهوشیار و ناآگاهانه اونها رو در رابطه با فرزندانمون به کار نبریم. و دوران جنینی از این جهت هست که شروع میشه تربیت.